با نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز شنبه 31 ماه حمل سال 1398 هجری خورشیدی در آغاز سرخط چند خبر. با این حمله پیچیده بر وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی کالا مویایشون بسیار کشال بود، تو سرشان لج بود، لنگی مونگینه بود، کمرهشون بسته بود. همین انفجار آخری تماس گرفتیم که ازشون گفت که ما داخل سیف روم هستیم. تکیل شمار از دستای انتخاباتی بعد پایان عمر حکومت وحدت ملی در ماه جوزا. در یک کلمه بگویم که ما بایست کاندیداتورا هم و می نظر رسیدیم که این ختم است. اعتراف مقام های حکومت از کیفیت تعیین درمان در کشور. هنوز هم در اکثر مراکز صحی خود از ادویه با کیفیت و تجهیزات مناسب و دکتران حاضر به بهره هستیم. راه پایمایی سال خواهیست های کاربان مردمی صلح در ننگرهار. و متهم شدن پاکستان به مداخله در امور افغانستان از سوی رهبر جنبه فش حفاظت از پشتونها. مشروع خبرها. نبرد میان حمله کنندگان انتحاری و نیروی امنیتی پس از ساعتها به پایان رسید. وزارت امور داخله میگوید که شمار حمله کنندگان 4 تن بودند و لباسهای نظامی بر تن داشتند. این رویداد پیش چاشت امروز با یک حمله انتحاری در برابر ساختمان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی آغاز شد و سپس 4 حمله کننده داخل ساختمان این وزارت شدند و برای نزدیک به 5 ساعت با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند. از تلفات این رویداد تاکنون گزارش دقیق در دست نیست. همین حالا همکارم حسیب تکپال در محل رویداد است. میخواهیم با ما جزئیات را در میان بگذارد. حسیب تکپال صدای ما را دارین؟ بله، سلام و درود. تازه‌ترین جزئیات چی است؟ امروز حوالی ساعت 11:40 قبل از چاشت بود که یک انفجار در کنار وزارت مخابرات صورت گرفت. بعد از او 4 حمله کننده مسلح داخل وزارت مخابرات شدند و به درگیری با نیروهای امنیتی پرداختند. چند دقیقه پس از آغاز این درگیری وزارت اطلاعات و فرهنگ تمامی کارمندان خود را از داخل ساختمان این وزارت به بیرون و به جای مسئولتر انتقال داد. اما نیروهای امنیتی هم آمادگی های خود را گرفتن و تمام راههایی را که منتهی میشه به وزارت مخابرات مسدود کردند. پس از نزدیک به 5 ساعت درگیری چند دقیقه پیش محل کاملا 4 حمله کننده که بودن همه کشته شدند. اما تا کنون هم آمار دقیقی درباره تلفات این حمله در دست نیست. اما از اعلامیه ارگ ریاست جمهوری به نظر میرسه که این حمله قربانی های هم داره. چند لحظه پیش تماسی که با سخنگوی وزارت صحت عامه داشتیم تایید کردند که تاکنون فقط 2 تن کشته شدند و تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. جزئیات بیشتر را در این باره همکارم تمیم حمید برتان در گزارشش میده. رویداد با یک انفجار در برابر ساختمان وزارت مخابرات آغاز شد و پس از آن چند مهاجم وارد محوطه این وزارت شدند. رویدادی که مرکز کابل را برای لحظاتی چنین آشفته ساخت و برج و مرج کشید. این مرد که میگوید در آن انگام در نزدیک محل ایستاده بود از چگونگی این رویداد قصه میکند. کالا مویایشون بسیار کشال بود، تو سرشان لج بود، لنگی مونگینه بود، کمرهشون بسته بود، خوچاق قیل کردگی کرمش دپایشون بود. و گفته پلیس کابل یکی از مهاجمان در همان لحظات نخست این نبرد از پا در آمد، اما مهاجمان دیگر توانستند در بخش‌های از ساختمان وزارت مخابرات جابجا شوند و در برابر نیروهای امنیتی بجنگند. بسیاری از کارمندان وزارت مخابرات و نیز کارمندان نهادهای دیگری که در اطراف این وزارت برجاستند ناچار شدند برای ساعت‌ها در بخش‌های مسئول ساختمان‌های این نهادها پنهان بمانند. این یکی از کارمندان وزارت مخابرات است که توانسته از این رویداد جان به سلامت ببرد و چنین به آغوش پدرش بازگردد، در حالی که از این ماجرا سخت تکان خورده است.
شماره هم هنوز منتظرند تا بستگانشان از این نهادها سالم برگردند. بعد از اینکه شمارهشان رخ شد دیگه همین انفجار آخری تماس گرفتیم کردشون گفت که ما داخل سیف روم هستیم. امی اکنون بیش از 3 ساعت از آغاز این ماجرا میگذرند. مدت ها بود که پایتخت گواهی چنین رویدادی نبود. رویدادی که در اوج تلاش ها برای گفتگوهای صلح رخ میدهد و آرامش پایتخت نشینان را چنین برهم میزند. در این میان طالبان هر گونه پیوندشان را با این حمله رد کردند. این رویداد بسیاری از کسبه‌کارانی را که در مرکز شهر به کار و بار می‌پردازند نیز برای ساعت‌ها سرگردان ساخت. ما از کار روزگار ماندیم، ولی نه راست که طرف سرای بریم، نه راست که بدر در کار را میانمیه که نباشه ایجه. وزارت مخابرات و نهادهای دیگر دولتی که در اطراف آن واقع شدند از چند سو با ایستگاه بازرسی محافظت می‌شوند که در جاده‌های متصل به این نهادها ایجاد شدند. بخشی که انفجار نخست در آنجا رخ داد نیز گاهگاهی ایجاد چنین ایستگاه بازرسی را گواه بوده است. شما را از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری میگویند که عمر حکومت وحدت ملی در ماه جوزا به پایان میرسد و ادامه کار این حکومت پس از ماه جوزا پذیرفتنی نخواهد بود. شما را از این نامزدان میگویند که بالای طرح کار میکنند که بر بنیاد آن پس از ماه جوزا نظام را باید شخص دیگر اداره کند. اما ارگ ریاست جمهوری میگوید که 6 ماه دیگر فرصت باقی مانده است تا عمر حکومت وحدت ملی به پایان برسد. گلاب الدین غبار گزارش میدهد. شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به شمول دسته انتخاباتی مردم سالاری و حاکمیت قانون میگویند که ادامه کار حکومت وحدت ملی پس از ماه جوزا برای آنان پذیرفتنی نیست. اگر در یک کلمه بگوییم که ما به این کاندیداتورا هم به می نظر رسیدیم که این ختم است، هم مسئلات های ملی در نظر گرفته شده، هم مسئله بحران جلوگیری در نظر گرفته، هم مسائل سیاسی، هم مسائل حقوقی و قانونی در نظر گرفته. 11 دسته انتخاباتی طرح رانی‌هایی می‌سازند که بر بنیاد آن کسی دیگری نظام را اداره کند. مورد ازلر ما بر اساس ماده 67 و 68 قانون اساسی ملاک قرار بدیم و با توجه به اینکه حکومت عمرش به پایان رسیده، حکومت به اضافه معاونینش عزله بشن از قدرت، ریاست اجرایی به صورت طبیعی عزله است چون در پیامده یک توافق آمده نبر اساس قانون اساسی و طبق این دوبند قانون اساسی رئیس مشرون و جرگه سرپرست حکومت افغانستان شده. رئیس جمهور پیش از این درباره پایان عمر حکومتش سخن گفته است و اما حالا ریاست جمهوری میگوید که تفسیر قانون اساسی در این باره روشن است. در سالهای 2009 و 2014 هم شاهد بودیم که حکومت‌های وقت عین مشکل داشتند، اما با استفاده از تفسیری که از مراجع تفسیر قانون اساسی صورت گرفت این موضوع حل شد. در این حال ما 6 ماه دیگه فرصت داریم که تا میعاد 5 سال حکومت کامل شود. در این میان شهیدا محمد عبدالی از نامزدان دیگر انتخابات ریاست جمهوری نیز ادامه کار حکومت را غیر قانونی می داند و می گوید که حفظ نظام از خطوط سرخ دسته انتخاباتی وی است. اما بعد از اول جوزا باید حکومت با کاندیداها و با سیاسیون به یک توافق برسد که او تشویش که امروز وجود دارد که بعد از اول جوزا او وقت استفاده برای کدام کاندید مشخص ولو که او رهبری حکومت باشه برو کاندید مشخص مفید تمام نشود. بر بنیاد ماده 61 قانون اساسی کار رئیس جمهور در اول ماه جوزای سال پنجم پس از انتخابات به پایان میرسد. این نامزدان میگویند که رئیس جمهور از بحر ادامه قدرت انتخابات را به تأخیر انداخت و باید در ماه جوزا از قدرت کنار برود. با گذشت 17 سال ناسم شهروندان کشور به علت نبود شفاخانه‌های معیاری و نیز ناتوانی درمانی به خارج از کشور می روند. شمار شهروندان کشور که برای درمان به پاکستان رفتند انگام دیدار عمران خان از شفاخانه شوکت خانم در پشاور از وی خواستند که در افغانستان شفاخانه بسازد. در این حال مقام های حکومت در کابل شفاخانه محمد علی جناح را افتتاح کرد. مقام های وزارت صحت عامه می گویند که هزینه درمان بیماران در خارج از کشور 240 میلیون دلار در سال است، اما تاکید می‌ورزند که 94% بیماران در داخل کشور درمان می‌شوند. کریم امینی گزارش می‌دهد.
افغانستان که جور کن. شفاخانه شوکت خانم در پشاور پاکستان. شهروندان کشور که برای درمان به این شفاخانه رفتند، دستان نخست وزیر پاکستان را به نشانه قدردانی می بوسند. آیا این جای مناسبی برای درمان در افغانستان نیست؟ نه خیر نیست. ما از شما خواهش میکنیم که یک شفاخانه در افغانستان بسازید. پسر من دوبار عملیات شده است. در تذکره آوردمش. اکنون راه میرود و این از برکت شماست. عمران خان پس از دیدار از شفاخانه شوکت خانم در یک سخنرانی میگوید که از بحر درمان بیماران سرطان در افغانستان تلاش برای ساختن یک شفاخانه در افغانستان خواهند کرد. من به شفاخانه شوکت خانم در پشاور رفتم و دو بیمار را از افغانستان دیدم که از مزار شریف آمده بودند. فکر کنید از مزار شریف به شفاخانه شوکت خانم برای درمان آمده بودند. امید دارم که در افغانستان اندک بهتر شود. من به شفاخانه شوکت خانم میگویم که تمامی تلاشش را به خرج دهد که در افغانستان نیز یک شفاخانه درمان سرطان بسازیم تا بیماران مجبور نباشند که از این همه راه دور به اینجا بیایند. شهروندان کشور، حکومت و مسئولان بخش صحی کشور را در عرضه خدمات بهداشتی معیاری و نیز انجام کارهای بنیادین در عرضه صحت ناکام می دانند. پیسه آمد و پس رفت، بنام این آن آمد و پس بردنش مردم های بلند پایی ماشم است، بخصوص نیم دولت آمد بردن در مملکت خارجی بلنگ ها جور کردن برای خود. در همین حال شفاخانه محمد علی جناح در کابل گشایش یافت. این شفاخانه با کمک مالی پاکستان ساخته شده است و 24 میلیون دلار هزینه برداشته است. معاون دوم رئیس جمهور در مراسم گشایش این شفاخانه میپذیرد که خدمات بهداشتی در کشور هنوز هم در سطح پایین است. هنوز هم در اکثر مراکز صحی خود از ادویه با کیفیت و تجهیزات مناسب و دکتران حاضر بی‌بهره هستیم. افغانها یک جهت تداوی به خاطر دریافت ویزا پشت دروازه سفارت ها استاد میشند. از دست درازی، از دست بوسی مردم کاملا مطلع هستم. این در حالی است که وزیر صحت عامه چندی پیش در هفتمین همایش جهانی دولت‌ها در شهر دبی جایزه بهترین وزیر جهان را به دست آورد. کاروان حرکت مردمی صلح‌خواهان از اعلام برنامه امنیتی حکومت و نیز از عملیات الفتح طالبان انتقاد می‌کنند. اعضای این حرکت در گرد همایی در ولایت ننگرهار می‌گویند که مردم افغانستان قربانی این نبردها هستند و خواهان توقف بیدرنگ این عملیات‌ها شدند. زیاریاد در این باره گزارش فرستاده است. انتقاد اعضای کاروان حرکت مردمی صلح در ولایت ننگرهار از اعلام برنامه امنیتی حکومت و نیز آغاز عملیات الفتح جنگجویان طالب در کشور. اعتراض کنندگان مردم افغانستان را قربانی اصلی این نبردها می دانند و خواهان توقف این عملیات ها شدند. زهر طالبان و تم در پیغام ورکم سی بزده نور ور بندر آولی دی منگوله نشده والله پا بیرلاغ از منگوله منگ آغا تولتی چارواه که تم در پیغام ورکم سپس دیمان کورو کم تاریگو منگی باندیم تاریگو من خارتم نشد لی و اللہ زخپلی و لسوالی نسلور کنکی نشد لی نه دی خالی دی عملیات منو امنه دی پس عملیات منو پا دیر که اوغانان مر کیگی اوغانان یتیمان کیگی خزی کندیگی نور بستا نور نه دی کندو جایستا و نه دی یتیمانو جایستا پا دولت مغا کهو سی بزاکراتو تا باقو که فشار لال نسی و پا طالبانو مغا کهو چه نور بستا. آنان از گروه‌های درگیر می‌خواهند تا روشن شدن گفتگوهای صلح آتش بس را اعلام بکنند. در افغانستان دی اولیا ملی گټو په خاطر باندې داسې و طرح او داسې نظریه حکومت او وسلوالو مخالفینو ته وړاندې کی چې هغه په افغانستان کې تل پاتې سولې یقیني کی ټول خو عجل اوربند غوښتنه کوو. دریم نور په هیڅ صورت سره د افغانانو وجل د منلو ول نه دی. څلورم زر تر زر د بین الافغانی سولی خبری د افغانستان ملی ګټې پکې خوندی وي شروع شي. اعضای این کاروان اکنون تصمیم گرفتند تا روستا به روستا، جاده به جاده بروند و صدای صلح‌خواهی را بلند کنند.
ادامه خبرها از طلوع و طلوع نیوز. رهبر جنبش حفاظت از پشتونها حکومت پاکستان را متهم می سازد که مردمان را در کوههای بخشهای قبایلی جا داده است و با واسطه آنان در افغانستان مداخله می کند. منظور پشتین در گفتگوی با رادیو دیوه می گوید که نخست وزیر پاکستان پذیرفته است که گروههای شورشی از سوی این کشور ایجاد شدند. عمران خان نخست وزیر پاکستان روز جمعه به منطقه اورگزای در بخش های قبایلی پاکستان سفر کرد. او می گوید که جنبش حفاظت از پشتونها بر رهبری منظور پشتین از مشکلات پشتونها در پاکستان سخنان درست می گوید، اما شیوهش درست نیست. این جنبش سخنان درست می گوید، اما لهجه را که به کار می برد برای کشور ما خوب نیست. مردمان را که مشکل دارند مخالف ساختن با ارتش، این گونه شعار دادن، بگویید از این کار با پاکستان و بخشهای قبایلی چه سود می رسد؟ اما این سخنان با انتقادهای رهبران جنبش حفاظت از پشتونها روبرو شده است. منظور پشتین به رادیو دیوه صدای امریکا گفته است که روش درست کار چگونه است؟ با بیانیه های خالی سخن ما شنیده نمی شد. در بخش های قبایلی چه چیزهایی که نشده است؟ خانه ها بمباران می شدند. مردم ده سال ناپدید می شدند. اما کسی نگفت که این کارها غلط هستند. جنبش حفاظت از پشتونها از سال گذشته به این سو از سوی جوانان پشتون در بخش‌های قبایلی پاکستان ایجاد شد و در شهرهای بزرگ بخش‌های قبایلی، ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان گرد همایی‌های بزرگ ترتیب داده است. این جنبش می‌گوید که برای حقوق پشتونها در پاکستان مبارزه می‌کند. با اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. پاکستان از آنچه که اقدام نکردن ایران در برابر مهاجمان حمله اخیر در ایالت بلوچستان پاکستان می‌داند انتقاد می‌کند. دو روز پیش مردان مسلح 16 تن از سرنشینان یک موتر بس را که افراد نهادهای امنیتی پاکستان بودند در ایالت بلوچستان از موتر پیاده ساختند و 14 تن از آنان را تیرباران کردند. مقام‌های پاکستانی می‌گویند که مهاجمان از ولایت سیستان و بلوچستان ایران آمده بودند و به آنجا بازگشتند. پس از تماس تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با خلیفه حفتر، مردی که جنگجویانش بر شهر ترابلس پایتخت لیبیا حمله کردند، شماری از باشندگان این شهر در برابر این کار اعتراض کردند. نیروهای خلیفه حفتر می‌خواهند که پایتخت لیبیا را از حکومت بر رسمیت شناخته شده این کشور بگیرد، اما کاخ سفید می‌گوید که ترامپ و حفتر درباره امن شدن لیبیا و آینده آن گفتگو کردند. لندن میزبان یک نمایش لباس‌های طراحان اسلامی بود. این لباس‌ها بیشتر برای مسلمانان طراحی شدند، اما برگزار کنندگان می‌گویند که می‌خواهند توجه خریداران غیر مسلمان را نیز جلب کنند. بعد از این خبرها باز هم خوش آمدید. مسئولان بانک توسعه آسیایی میگویند که این بانک برای ساخت تونل جدید سالنگ 100 میلیون دلار در نظر گرفته است و نیاز است حکومت برای عملی سازی پروژه های زیربنایی در کنار جلب کمک های نهادهای جهانی بخش خصوصی را نیز در سرمایه گذاری در این بخش تشویق کند. رئیس این بانک میگوید که نیاز است حکومت عملی سازی پروژه های چون تونل جدید سالنگ را در صدر برنامه هایش جا دهد. روح‌الله آرمان گزارش می‌دهد. مسئولان بانک توسعه آسیایی میگویند که افغانستان برای رسیدن به رشد اقتصادی 8% سالانه به سرمایه گذاری در حدود 1 میلیارد دلار بر زیربناها نیاز دارد. مسئولان این بانک میگویند که با کاهش کمک‌های جهانی نیاز است حکومت منابع مالی چون بخش خصوصی را در این بخش جلب کند. سالنگ برای افغانستان بسیار مهم است و نقش مهمی در وصل ساختن شمال و جنوب و اقتصاد دارد. این پروژه باید در اولویت سرمایه گذاری های حکومت باشد. از سوی هم سخنگوی وزارت ترانسپورت میگوید که ساخت تونل جدید سالنگ و توسعه 90 کیلومتر شاهراه سالنگ از ولسوالی جبلسراج تا ولسوالی خنجان از اولویت برنامه های این وزارت است.
بانک انکشاف آسیایی علاقمند است که در قسمت ساختش هم با دولت افغانستان و در بخش دربون ترانسپورتی با ما همکار باشه و بعض دونرهای دیگه هم علاقمند در این بخش هست. در همین حال مسئولان اتاق تجارت و صنایع میگویند که بخش خصوصی افغانستان علاقمند به سرمایه گذاری در زیربناها را دارد. دولت باید ظرفیت بسازد، دولت باید تسهیل به وجود بیارند و در دولت باید نظارت بکنند، مگر تجار و سرمایه دار خودشان بمانند که سرمایه گذاری کنند. کارهای مطالعات فنی پروژه تونل جدید سالنگ و توسعه شاهراه آن در دسامبر سال 2017 میلادی با شرکت استرالیایی اسمگ به امضا رسید. بر بنیاد آمارهای وزارت ترانسپورت قرار است تا 5 ماه دیگر کار دیزاین نهایی این پروژه ختم شود. با این هم نرخ شمار از ارزها در برابر افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 77 افغانی و 40 پول، یک یورو 87 افغانی و 10 پول، یک درهم امارات 21 افغانی، 1000 روپیه هندی 1110 افغانی، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 70 پول و 1000 روپیه پاکستانی 534 افغانی. خبرهای ورزشی را همکارم صابر پیرزاد تقدیمتان میکنم. آقای پیرزاد خوش آمدید. سپاسگزارم. دوباره خوش آمدید شما را از ورزشکاران و مسئولان ورزش ولایت پکتیا از توجه نکردن اداره مرکزی ورزش افغانستان به این ولایت انتقاد میکنند. آنون میگویند با آنکه در این ولایت ورزشکاران خوب وجود دارد، اما اداره مرکزی برایشان زمینه تمرینات را فراهم نکرده است تا آنان بتوانند در میدانهای جهانی بدرخشند. نخستین دور رقابت‌های مشت‌زنی نوجوانان زیر نام صلح آرزوی ملت در ولایت غزنی به پایان رسید. در این رقابت‌ها 1052 ورزشکار در وزن‌های 32 تا 48 کیلوگرم شرکت کرده بودند. در پایان این پیکارها 10 چهره برتر به تیم انتخابی مشت‌زنی ولایت غزنی برگزیده شدند. نوواک جوکوویچ از ادامه رقابت‌های تنس مونته کارلو حذف شد. رقابت‌های تنس 1000 امتیازی مونته کارلو در مرحله 1/4 نهایی پیگیری شد که در مهمترین دیدار نوواک جوکوویچ سربستانی در برابر رقیب روسش دانیل مدمدوف با شکست زمین را ترک کرد. ما در تلاش رسانیدن داغ‌ترین خبرهای افغانستان و جهان به شما هستیم. پس برای شنیدن تازه ترین خبرها به شماره 456 زنگ بزنید و سپس شماره 11 رو بگیرید. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع و طلوع نیوز باشید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.